اکنون که تحریم سراسری نمایش انتخابات 1400 تابلو سقوط را در پیش روی آخوندها نمایان کرده، جنبش دادخواهی 30,000 زندانی سربدار تابستان 67 بار دیگر گریبان آخوند قاتل رئیسی را گرفته است. سایت حکومتی رجانیوز برای شستن دستان خونین رئیسی سخنان او در سال 97 را بازپخش کرد. امام بزرگوار ما اون حکمی که صادر کردن مبنی بر این بود کسانی که محارب هستند و کسانی که هم این سیر در موردشون طی شده، یعنی اثبات این که اینها قطعاً با سازمان منافقین همکاری داشتن، همکاریشون هم در دادگاه صالح روشن شده، قطعی شده که این همکاری رو دارن، ولی به دلایلی اجرای حکمشون به تأخیر افتاده. هیئت‌های نشستن بررسی کردن که ببینن وضعیت این پرونده ها چطور هست، آیا این پرونده ها در شرایطی است که میتوان اجرای حکم نسبت بهشون صورت بگیره یا نه. رئیسی در وحشت از جنبش دادخواهی و برای انکار جنایتش گفته است: در صورتی که به همون حکم امام مراجعه کنید، حکم امام کیا نوشته؟ هیئت 3 نفره کیا هستن؟ 1 دادستان، 2 قاضی شهر، 3 نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمتار داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است، نه اسم من. رئیسی در تلاش است تا دستان خونینش را بعد از گذشت 30 سال از آن جنایت پنهان کند. اما شاهدان آن قتل عام سخن میگویند. شاهدانی که در جنبش دادخواهی خونخواه یاران سربدارشان هستند نخواهند گذاشت جلاد 67 خود را کبوتر صلح معرفی کند.